سلام و درود بر سرتان دوستای عزیز، امیدوارم هر کجایی که هستین خوش و آرام باشین و لباس عافیت بتن داشته باشین. دوستای عزیز، طبق معمول بازم یک برنامه دیگر آغاز کردیم و امشب فرهاد جان دیگه تازه آمده، پیش پدر مادرم هسته و روزم روز جمعه بود و امروز خوشبختانه بگویم که من هیچ کاری نداشتم، فقط کمی درسایم که بود اونا را خواندم، دیگه هیچ کاری نداشتم. و امشب میخوایم ببینم خانواده اصلا بیخبر هستن که برم ببینم شانه که اینا چی کار میکنه و مصروف چی کارا هستن. خب ساعت هم تقریبا 7 شب میباشه، میریم ببینیم که دیگر ها چی کار میکنن. شاید لایت هم دیگه کمی کار نده و یا هم تاریک باشه، بریم ببینیم که دیگر ها چی میکنن. شالوسته یا شالوگت شایسته ما که مصروف بود کردن است. شایسته سلام به همه، امید که همتون جور صحت مند باشین، شب زیبای همتون بخیر. پروانه جان چی میکنی؟ دیگه شایسته جان غافل گیر کردیم، البته قسمی است که شایسته اوتو را به عهده داره. اوتو اولا از من بود، بعدش به پلوشه جان رسید، مثل که هفته ولگن اول از بزرگ خانه شروع میشه باز به کوچک در هم قسم. حالا هم اوتوکاری نوبت شایسته رسیده، تقریبا یک موری میشه که شایسته جان اوتوکاری میکنه. پلوشه جان دیگه از این وظیفه استفاده داده چون ما هر دو لباس میشویم و شایسته جان اوتو میکنه. و همچنان باید خاطر نشان بسازم که خود از یام میخواه که حرف بزنه شایسته جان. دقیقا قسمی که پروانه جان گفتن، چند مدت پیش اوتوکاری مربوط پلوشه جان میشد، تقریبا یک ماه میشه که خودم به عهده دارم اوتوکاری را. دیگه همچنان پروانه جان غافلگیر ساختن که آمدن من مصروف اوتوکاری بدم. خب دیگه اما قسمی که پروانه جان گفتن کارهای منوبت است، اما قسم اول پروانه جان بعدن پلوشه جان بعدن سر خودم میرسه که این اوتوکاری هم رسید. دیگه بعض کارام هم قسم نوبت ماست، اما یک هفته ولگن دم قسم تا آخر مانده که تا چی وقت است سرمه؟ نه دوستای عزیز، هفته ولگن دم بزن که خورزادیم بیایه باز سر از اون میدازیم. خب شایسته وقت زیاد راحت است، فکر میکنه که کل کار مربوط امو خورزادیم میشه. ایلیا جان که میای دقیقا من خود بسیار راحت احساس میکنم، البته میگم هفته ولگن اید مربوط من نمیشه. خب هفته ولگن دوی کارهای دیگه مربوط ماست. دوستای عزیز، شایسته جان هم قسم که گفته هفته ولگن مربوط اونا میشن، دیگه بعضی کارهای دیگه هم هستن مربوطشان. یعنی مثل از این که دیگه چاشته شایسته جان به عهده داره، هر اگر میمونم بیایه شایسته جان دیگه به عهده میگیرن. باز دیگه شو یک شو از ماست، یک شو از پلوشه جان که میشه نوبت پلوشه جان هستن. و همچنان بازم بگویم که شایسته هم قسم که خورد خانی ما شایسته جان هسته، اما بیشتر کار سر پلوشه است. اگر من مریض باشم یا هم درس داشته باشم، بیشتر وقت من درس می داشته باشم، باز پلوشه جان و شایسته جان دیگه کارهای مرا به عهده می گیرن. خصوصا پلوشه جان که زحمت کش خانه ما پلوشه است. ما شایسته هستیم، کار می کنیم تا جایی. البته خود شایسته جان خو از ما بهتر هستند، خب بازم خوب هستند به حساب کار که مثلا اولا یک شب نوبت من می باشه، یک شب از پلوشه جان. باز چاشت همیشه از شایسته جان است، اگر مهمانم باشه شایسته جان مجبور است که همراه پلوشه جان همکاری کنن، هر دوشان یک جای دیگه پخته کنن. خب بریم طرف پلوشه جان که پلوشه جان چی کار میکنن. خب شاید لایت هم دیگه چی کنن، یکی باشه کمی چون هوا تاریک شده. بریم ببینیم که پلوشه جان مصروف چی کار هستن. کلکنم کدام چیزم پخته کرده. خب هر چیزی پخته کرده پلوشه جان. طبق معمول پلوشه جان مصروف هسته. سلام به همه دوستان، امید که جور صحت من باشین. سلام به همه دوستان، امید که جور صحت من باشین، شب زیبای همه بخیر. دیگه بله پروانه جان، امشب نوبت دیگه نوبت ماسته، دیگه مصروف چک او کدن بودم. چی پخته کردی؟ امشب بورانی کچالو. خواست اینستم ببینم که بورانی کچالو پخته کرده و ببینم که آیا گفت مره کرده یا نی. به به، من دوستا بورانی کچالو رو زیاد بسارم. البته امروز گفته بودم، فقط دمیتوری یادآور شده بودم گرچه اندیگه چیزم بود،
باز پلوشه جان برنج خوش داره میگه نی برنج. باز من گفتم که برنج نی امیرن چی کنیم؟ باید هسته که بودانی کچالو پخته کنی. بازم یادش بود خوارم بیش از حد، یعنی ما سه تا سمیستیم، پلوشه جان، من، شایسته جان، هر سی ما واقعا همدیگه خود زیاد هوای همدیگه خود نداریم. و دیگه شب یک شب از مست، یک شب از پلوشه جان. باز پلوشه من که مریض باشم، پلوشه جان همیشه دیگه خودش پخته میکنه و ظرفای ما بعض شبا چون نردی ما شریکی میشویم، هر شب ما و پلوشه جان یک ساعت ما خود از ظرف شدن میره که پدرم اتا میگه که ما چون ظرفای بسته کوچه را میشویم چه قسم. باز میگیم نه خو قسم و تمام نشده. دیگه پلوشه جان چی گفته نیداری؟ بله ها ما همیشه ظرف شب ما پروانه جان میشویم. بازم و قصه و راز دل که بین ما داریم همیشه سر ظرف شوشتن میکنیم. همیشه یک ساعت شاید ظرف شوشتن ما میشه. 120 دقیقه ظرف شوشتن ما طول میکشه دیگه. خب شایسته هم هسته، گرچن شایسته اگر کام هسته و ظرف ها را از طرف صبح من میشویم پیاله را، از طرف چاش مربوط شایسته جان میشه که ظرفا رو باید از بشویه و همچنان دیگه چاش مربوط شایسته جان میشه. اما شب یک شب از مست، یک شب از پلوشه جان، بخاطر ازی که شب مثلا میمون میباشه. پروانه جان ببخشید گفتم گرفتم. به احترام آذان قطع میکنیم فعلا، باز بعد آذان پیش فرات جان میریم. درسته. سلام مجدد دوستای عزیز. خب به احترام آذان ما ریکارد کرده بودیم و حالا پس دوباره آغاز کردیم برنامه را. ببینیم دیگرها را که پلوشه جان خود دیگش پخته شد. پخته شد یعنی؟ بله ها، کار ما اینجا تمام است. فعلا پیش مادر جانم میریم که ببینیم مادر جانم، پدر جانم، فرهاد جان در چی حالت است. خب بریم پروانه جان. باید خاطر نشان بسازم که فرهاد جان تازه آمده و همیشه طبق معمول زمانی که میای از وظیفه میره پیش مادرم، میره پیش پدرمشون، میره به او دلیل حالم شاید همونجا باشه. بریم ببینیم که چی کار میکنه فرهاد جان. خب دوستای عزیز میریم که ببینیم چی کار میکنن دیگران. و اینجا مرغانچه هسته، البته سابق هم اینجا مرغ داشتیم اما فعلا دیگه مرغ نداریم و شکر خدا که امو نداریم. ما بیغم هستم از دست نان دادنش. خب در این خانه فرهاد جان شان است فکر کنم که فرهاد جان استم برای پدرم و مادرم. خب پروانه جان اولی ما اولی بزرگ است که اولی هم ما پروانه جان دو روز باد و یا هم سی روز باد هر دی ما جورو میکنیم. یعنی جان شربت ما میشه. بله ها، هر صبح وقت میخیزیم اولی را ما پروانه جان جورو میکنیم. شایسته جان بر فعلا بیغم است که ببینیم نوبت شایسته جان مثل اوتوکاری چی وقت نوبت شایسته جان میرسه. ما لایت گرفتیم مثلا غیبت نکنیم. شایسته جان لایت گرفته. ما شنوا مقصد سر از ما میاییم. فرهاد جان گفتم که در این خانه میباشه و امروی مادرم میباشه. ببینیم که اینا چی کار میکنن برای فعلا. فرهاد جان نام هستن، همگی هستن دیگه. مادرم هم هستن اینجا. سلام مادر. سلام، خوب هستین؟ سلام باشین. شکر شما خوب هستین. قربان مادر جان. خب دوست عزیز مادر جانم دیگه اینجا مصروف هستن امروی. فرهاد جان گفتم که من نبودم، من درس داشتم اما فرهاد جان شون مادرم شون اینجا کار داشتن و من قسم که از درس تمام شد درسایم خواستم که همه گیره ببینم که اینا چی کار میکنن. خب مادر جان حرف بزنین امروی دوستا. دیگه ما دیگه یک بانجان گرفتیم بچه این تا بال کد پدر جانت بودم. بانجان ماشین میکد پدر جانت، خودم توته میکدم. دیگه پدر جانت فرا جان که آمد جای پدر جان چیش، پدر جانت در نماز خواندن رفت. دیگه پدر جان تام خسته شده بود که بخاطر بانجان زیاف گرفته بودم که بانجان ارزان بود. باز در زمستان نمیتونیم، توان خریدنش نداریم. دیگه میالا بانجان ارزان بود، یک چند خلطه گرفتم. دیگه مورا که بخاطر که خودم یک ذره اگه کهی بیستم پدر جان در ماشین کدن شیش، خودم توته کدن شد جور کدم. دیگه انال فرا جان که آمد خستگی پدر تام مبرایه. دیگه پدر جان خیستم نماز رفت و همچنان فرا جان دیگه که آمده خوبم قسم کار خوب تیسیز میکنه دیگه. ما و پلوشه و شایسته هر دیم ارسیم، البته
بیغم هستیم از این کارا. بله فراد جان هم تو با انرژی کار میکنه که به خاطر که نامدن. بله تازه آمدن با انرژی کار میکنه. بگه خوب است این فراد جان هم در کارهای خانه سهم میگیره. ما ستاره درک میکنه. فراد جان درک ما میکنی؟ نه. نمیکنه. حالا درک نمیکنه. خب ببینیم که چی کار میکنه دوست عزیز فراد جان. دوستا سلام، انشالله خوب صحتمند و سر حال باشین. دخترها تلفن هم گرفتن، مایک هم گرفتن، ماشاءالله خودشان رو برنامه ساز شدن. خستلا شدی؟ خستلا شدی؟ دیگه خودشان کار یاد گرفتن، ماشاءالله علاقمند هستن، برنامه ساز هستن، خودشان پرودوسر، کامرامین، لایتمین کلشان هست. من نمیفهم که پیش از برنامه چی گفتن، چی کردن. دیگه من وقتی که آمدم پدر جان و مادر جان و من اینجا ننه و آقایم چیزی که میگم من اگر ننه و آقایم قرار شده بود اینجا، چون خودشم کمر دردم است، پای دردم است، هم ننه ایم هم آقایم، خدا شفا بده ایشانه، خسته شده بودن، گفتم بشینن کنال من، اینال کلان محمد تا جای کلان رو باشم ما را صبر است، یاسر بره دستای خدا باز بوشه، نگه یاسر رو کدم همکاری میکنه، ننه ایمشان زیاد کار کردن. دیگه نمیفهم که دخترها چی گفتن. خب این تو ایت دور بده کن را باش دوستا ببخشین دیگه اگان خیره در اینجا میگم تصویر پرده بچه را دور بده طرف نریم بیا اینجا پیشین یا سر جان طرف مست آف خیلی دالا لایت دیگه همونجا میگیره کس بیا پیش یا سر بیا آف فرین در خوب بیشینین شما دو نفر دالا شایسته جان لایت گرفت اینال پلاشه یک چند دقیقه بگیره که لایت دارین اینجا باشه باش من تصویرم یاسر جور میکنه یکم اگه دورتر بگیر لالا تصویر طرف خود بگیر کجا بری؟ پس میگرد خیره خب چی میگفتم یاسر؟ یک گپ کس یک گپ کس باز دوستا یک چیز میگیرن زیاد پخته میکنن که شو چاش صبحشانه شو دسته تایم میخواییم دسته تایم بخاطر که میگن کار نکنن دیگه نکنن به زحمت نشن این گپا را داره همه ترست نیست یاسر جان بجایی که تعریف ما را کنه بجایی که تعریف ما را کنه برعکس غیبت ما را کدی نه چیزی که قد نبود گفتی یاسر خدا بیامرزه نه دوستا من صادقانه جواب بتون خورد خانه ما شایسته است خب پلوش هم شایسته استن دیگه اردیشون خورد گفتم میشه اگر ما روزی از اینجا کوچ کنیم و جای دیگه بریم اولا خوب همی صاحب خانه خوب صاحب دیگه خوش میشه که یعنی کلگی ما بزرگ استیم اما بعدا زمانی که ما و یاسر جان ببینم یک دو روز در خانه شان باشیم یعنی شوخ خانه ما و یاسر استیم زیادتر باز ما عاجز هستم یاسر شوخ هسته کمی ما عاجزه هستم خورد خورد چالوس بازی عاجز هسته پلوش هم عاجزه هست تا حدی این کینه دل است زود کینه رو دادر میگیره یک گپ بزنیشه وقت کار میکنه باز پلاشا رو که بگویی پس یک دی تعریفش کنیم بگویی خوراک مقبولم پس دیگه عادی میشه یک فرهاد دیگه سیکا یک چیز براتون بگویی بمی شما خود تعریف یکی دیگه تانا میکنین انگک بنگک کلوله سنگک نی امی سابقا میگفتن یاسر میگفت روبوت چی میکنه؟ دم به خدا شاید میکشه حالا یام یک تعریف یکی دیگه خوشانه داره از ننیم پرسان کنین که ننیم راستشه بگویم صادقانه جواب بدی نه نه کدامش دست پخت سعی داره کدامش باش دست بالا نکمایی تو پیشم یک نفر اونجا شاگرده آخر چوکی بیه آخر رو ریرم قسمی بیه کنه کدامش دست پخت سعی داره صادقانه راست بگنه نجان و کدامش دیگه سعی پخته میکنه کدامش سعی کار میکنه آزارت نمیته این یارو بگو خب بچه ایم که ما که بگویم از وقتی که ما خودم دردمند شدیم کار نمیتانم مال آل خو بیخی هیچ کار نمیتانم دیگه از کار مادر خلاص شده پای دردام هستم کمر دردام هستم خدا مهربانه بخیر به خاطر که پای می بیستک دیگه حالا پروانه جانم شکر صحیح کار میکنه بچه ایم پلوش جانم صحیح کار میکنه شایسته جانم صحیح کار میکنه به خاطر که کارکایشان رو نوبت گرفتیم نوبت کردیم خیلی ببینی اگه خمیر هم هست پروانه جانم خمیر خودم میکنم پخته میکنه اگه پلوش جانم هست هم خمیر میکنم پخته اگه شایسته جانم هست هر کدامیشان به نوبت خودان دیگه مگه هست هم تو شایسته نوبتش چاشت است از پروانه جان یک شب پروانه جان است نوبتش یک شب هم پلوش جان دیگه هر سهشان دیگه مادر تا خونجیگر نمیکنه کارکای خودانه صحیح میکنه دیگه از وقت خودم دردمند شدیم
دیگه حال شکر خوب است، ارسیگکشان کار صحیح میکنه. خیر ببینی ارسیشان دیگه خواه هرچی نکنی. یاسر مادر است. کلتان بین این طرف بخاطر که همونجا به نظرم چراغ است صحیح تصویر نمید. تو صحیح سیاسر؟ بله. ننه جان زحمت میشه بین این طرف پولی ما بشینین. این اینجا بیش خودت ننه. خواه یاسر اینجا تصویر صحیح سینه دیگه این رو با که جور کنیم دوستا ایره به اینجا مندازیم. ننه چرا در خلطه مندازیم ایره؟ بچیم بخاطر به خلطه مندازم که بین اینجا بشینه. آوش برپش نگرد اینجا بشین. آوش میره بچیم در خلطه مندازم که بخاطر که گاز کم مصرف داره. گاز کم مصرف داره دیگه. آوش میره بازنالی رو خلطه رو دانشا کیپ میکنم در درخت بند میکنم کوایش برا دیگه. پس باز در سر در مبین دیک مندازم گاز کم مصرف داره. او قدر زیاف مصرف نداره. دفعه اول که جور کردم ایره غلبل کردم دانایشا کشیدم دیگه بسیار خودم هم زامد دیدم اما بسیار گاز هم مصرف شد که به خاطر که اوش هیچ خشک نمیشد جوش دادم شد دگم کرد در مبین خلطه انداختیم کوایش بره و خیر زود اوش خشک شد گاز هم کم مصرف داره. یعنی صبح نوبت کدام از یست کار؟ صبح صبحکی خو سماوات پروانه در میتر پروانه جان دگه چای پلوش چای پلوش جان دم میکنه دسترخانه وار میکنه باز دسترخانه پس شایسته جان صافی میکنه ظرفای چای جمع میکنه باز پس پلوش شایسته پرانه جان میشوره دیگه نوبت کار دیگه از خانه دیگه از پلوش جان است که جمع خمیر کنه خمیر دیگه نوبت شایسته جان است. دوستا صبح اگر انشالله قسمت بود باز یک برنامه گک میسازیم یک روز کاری یک شانه به تصویر میکشیم که خالق میگن کاریگر ما ندیدیم ننیم هم میگن دیگه باز به تصویر میبینیم که راست میگن دروغ میگن بخاطر که در خانه نیستی در خانه اگه باشی میبینی. باز یاسر همیشه میگه سر به سر خون پدر کردن. خب فکر کنم برنامه ما موقع بس است دیگه. دوستا انشالله برنامه مختلف متفاوت میگیریم و دعا کنین تمام مریضا شفای عاجل نصیب کنه خداوند، مخصوصا ننیم آقایم که پای درد و کمر درد هستن و خیر خوب شون دیگه. بسیار زود تشکر از شما که بینندی ماستین، ما را حمایت میکنین. لطفا سابسکرایب کنین، کامنت های زیبایتان شیر کنین به دوستایتان برنامه را. انشالله برنامه متفاوت مختلف می داشته باشیم دیگه. بسیار زیاد تشکر از شما که چارج موبایلم هم خلاص شد، یک چیکپ عمومی شد موبایل، چیکپ عمومی هم کردین دیگه. بسیار زیاد تشکر. خیر بینین دوستا که شما بینین دستین دیگه. اگر فامیل گپایی داشتن گپای خدا نبوین از ما شما خداحافظ. ما دیگه شکر بکشم که دیگه به خاطر این برنامه فراد جان یک دقیقه فراد جان میبینم که پیش مادر جان خود میاد. به خاطر که از او پیش هیچ فراد جان نمیدیدم، شبم فراد جان پیشم نبود، روزم فراد جان نبود، بخی مریض میشدم دیگه. نال خدایا شکر میکشم که فراد جان یکان ساعت پیشم میباشه پالی مادر جان خود هست دیگه. نال خودتان بگیرید. خب دوستای عزیز شب خواستیم که البته بدون اجازه فرهاد جان خوب اجازم کار ندارم گرچن ما کلان هست باید از همه گیناره ما چکپ رو میداشته باشم بعد از پدر و مادر که مثلا اینا میبینن مستم راپورک خانه که راپور بتم برشان از یاسر جان فرهاد جان همه اینا را باید از من راپور بتم. و امروز البته شام وقتی که آمده بود موبایل خود در چارچ مونده بود باز ما هم گرفتم خوب چکپ عمومی هم شد و فرخواد جان هیچ اطلاعی نداشت. برنامه ساختیم دیگه، امیدوار هستم که مورد قبولتان قرار بگیره. کمی و کاستی خود داره، یعنی من حرفایی که میزنم شاید کمی و کاستی داشته باشه. حال باز فرخواد جان خنده گرفت که حرف میگم من میشه، باز میگه چرا گپ نمیگی، میگم حرف و گپ هر پیش میرسیدی. و او دلیل دیگه خرسند شدم که امشب همراه شما دوستا بودم. امیدوار هستم برنامه خوشتان آمده باشه، شبتان به زیبایی ستاره ها. نوبت شلو جان رسید. دوستان من خوش شدم، انشالله که خسته نشده باشین از برنامه ما. شب زیبایی همتان بخیر.